بهروز رهبری فر با بولدیزر از روی قلعه‌نویی گذشت. بازیکن پرسپولیس آبرو برای جنرال نگذاشت. منم با خداداد عزیزی موافقم، عشقم خیابانی است. بهروز رهبری فر مدافع و کاپیتان اسبق پرسپولیس صحبت‌هایی درباره شرایط این تیم و تیم ملی انجام داد. البته صحبت‌هاش خیلی جنجالی بود. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. بهروز خان رهبری فر پیشکسوت باشگاه پرسپولیس گفت وقتی که شما میایید به گزینه کیروش میرسید که در سطح دنیا شناخته شده است، چگونه بعد از او به قلعه‌نویی 20 سال قبل میرسید؟ وقتی این گونه به عقب برمیگردید، یعنی امتیازی به فردی دادید که تاریخش تمام شده است. من برای آقای قلعه‌نویی احترام قائل هستم، ولی هر مربی یک تاریخ مصرفی دارد. شما با تیموریان و رحمان رضایی کار میکنید که در مربیگری چیزی نیستند. شما وقتی میخواهید ماشین بخرید دنبال خبره کار میروید. آن دو تیموریان کجا مربیگری کرده است؟ فوتبالیست بزرگی بوده، ولی رزومه مربیگریشان چه بوده است؟ بعد میگید کمک های من از بهترین ها هستند. مگر به اسم است؟ اگر به اسم بود که مارادونا باید بهترین مربی دنیا میشد. رهبری فر گفت قلعه‌نویی خودش هم باورش نمیشد برگرده تیم ملی. در 10 سال اخیر با بهترین تیم های ایران نتیجه نگرفته. من هم اگر جاییشون بودم این گونه جواب میدادم و زیر بار اشتباهات خودم نمیرفتم. یک ایراد دیگر این است که کمک های ایشان میگن اگر جای کره و ژاپن بودیم و حذف میشدیم چه کار میکردیم. شما خودتان را با اینها مقایسه نکنید. آنها مثل جت پیشرفت میکنن و شما هنوز به دنبال جواب دادن به رسانه ها هستید. چون ژاپن را بردیم، کارد فنی هر جوری دوست دارد صحبت میکنند. آقای الهویی را در یک برنامه دیدم، ایشان هم مثل آقای قلعه‌نویی حرف می‌زد. این حرف‌ها را مردم قبول نمی‌کنند. آدم‌های فنی به حرف‌های شما می‌خندند. اینجور جواب دادن مثل کوری خوندنه. در فوتبال دنیا می‌بینیم مربیان چگونه مصاحبه می‌کنند. آدم لذت می‌بره. الان انگار آقای قلعه‌نویی و کادرش یک کشورن و ایران یک کشور دیگه. پیشکسوت فوتبال ایران در ادامه گفت از اول انتخاب اینها اشتباه بود. چگونه از کیروش به قلعه‌نویی رسیدن؟ قلعه‌نویی برای لیگ ایران خوب است، اما در سطح آسیا شرایط فرق میکنند. اردن را دیدید چه فوتبالی بازی کرد؟ رهبری فر درباره انتقادات به بیرامم و طارمی گفت امثال سردار و طارمی دیگر نمیآیند از قلعه‌نویی حرف شنوی داشته باشند. آنها با مربیان بروز اروپا کار میکنند. وقتی آزمون با مورینیو کار میکند حرفهای قلعه‌نویی را گوش میکند. شاید احترام بگذارم، ولی داخل زمین کار خودشان را میکنند. طارمی بهترین آسیاست، اما در بازی با قطر 3 بار هم گزارشگر نامش را نبرد. به نظر برای تعطیلات آمده بود. بیراول هم مقصر نیست، چون رقیب ندارد این گونه عمل میکند. اگر در بازی با هنگ کنگ و فلسطین بیرون مینشست تکان میخورد. این گلر خود به خود تضعیف میشود و خیلی تلاش نمیکند و نگران نیست. رهبری فر درباره شرایط این روزهای پرسپولیس گفت آقای درویش واقعا از ته دل پرسپولیس را دوست ندارد و مأموریتش نابودی این تیم است. چطور زمان یحیی بازیکن نمی‌خریدند، اما الان پشت سر هم می‌خرند؟ کریم باقری چرا رفت؟ آقای درویش اختیار داری برای مربی تصمیم بگیری، ولی قایم موشک بازی در نیار. تیمی که مشاور مدیر عاملش آقایی باشد که خرید و فروش ماشین تصادفی می‌کند، اوضاعش همین می‌شود. ما از این به بعد تا زمانی که آقای درویش باشد خودمان را پرسپولیسی نمیدانیم. این تیم شرایط خوبی ندارد. وقتی 2 بازیکن مربی تعیین میکنم باید فاتحه تیم را بخوانیم. در بازی قبل شنیدم ارنج تیم را 2 بازیکن انجام دادند. دوستان عزیز، نظر شما درباره صحبت‌های تند و تیز آقای رهبری فر چیه؟ لطفاً در کامنت‌ها با ما به اشتراک بذارید. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه ما بودید. راستی لایک هم فراموش نکنید.